همیشه من و علی زلزله توی این فکر بودیم که تیم خودمون رو بسازیم. علی زلزله جواد سیتی رو ساخت و من هم ولقاس. امروز تصمیم گرفتم توی یه گردونه سه تا بودجه بذارم و گردونه هر بودجه‌ای رو که بهمون بگه باید با همون پول بازیکن‌ها و تیم مد نظر خودمون رو بسازیم. اگه بعد شانس باشه به من 50 دلار میفته و به علی 500 دلار. ولی واقعا کی آخر فصل قهرمان میشه؟ سلام و درود خدا برای شما. بود امروز اومدیم یک ویدیو تایمینگ چالنجی 50 دلار، 100 دلار و 500 دلار همراه با علی زلزله. یا سلام علیکم. امروز با مهدی اومدیم یه ویدیو ناب تایمینگی بگیریم. البته که 50 دلار منظورش 50 میلیونه بچه، واسه آقا مهدی این پولا پولی نیستش. 50 دلار که باش توفم بهت نمیدم مهدی جان، چه برسه به بازیکن. آقا شما چیکار داری؟ 50 دلار به من افتاد من میگیرم. چیکار داری تو آقا؟ ولی اینا رو توی بازی میلیون حساب میکنیم، چون 50 دلار اصلا بودجه ای نیستش. یارو خودش مربی میتونه بیاد بذاره رو میز. علی جان اول واسه شما میشه خونم یا واسه خودم؟ دیگه اول واسه خودت دیگه. خب اول میشه خونم واسه خودم. یا علی 500 در بیاد ببینم چیکار. نه دیگه 50 در بیاد. تمام 500 رو گرفتم علی جان. اینم از شانس ماست. زن بزنید آمبولانس ریموف. خب یا 50 به تو میفته یا 100 میشه. 50 میفته بهت یا 100 ریموف. نگفتم ریموف. 50 نامردی. 50 نامردی. 50 من اینجوری من 4 دقیقه فرصت داری که بچینی تیم تو. چی گفته؟ 10 دقیقه فرصت داریم. استارت برو بریم. شروع شد. خب یا اول من یه دفاع چپ بگیرم فکر کنم بچا کارو بتونم در بیارم. بقیه ترکیب اوکیه. مثلا دیویس رو یه سرچ بزنیم. 57 بلینه توپ ویل شات. بالا رو یه چک بکنیم واسه بارسلونا. 130 میلیون. الامندی 28 ساله چند؟ 61 میلیون. امباپه رو نگیریم. ببین من که میخوام امباپه رو بگیرم بذارم کنار هالند. قطعا کلین امباپه رو میخوام بگیرم. کدوم وارد میدیم؟ 198 میلیون. چه خبره این؟ 200 میلیون بدیم به این. اینجا شما باید به کلین امباپه بگی که آقا من بهت 240 میلیون میدم. 240 میلیون. 240 میلیون. شما باید لارج باشی اینجا. 500 میلیون داری میخوای ببری کجا؟ به قرآن بگی الان قبول نمیکنم میرم تو سرت. عشق نفس. بیا آقا 240 میلیون. آها باید به خودش صحبت کنم. 4 ساله میخوای اکسپت میکنم. تو رو قرآن رو هوا بزن. 240 میلیون هم میخواد اکسپت میکنم. تو رو قرآن. تموم شد. تموم میشه کلیان امباپه میاد تو تیم. بره سراغ هافبک وسطا. گوندوگان رو بذار برگردونی. برگرد. وای اینم 58 میلیونه. علی هوی. مهدی سوال. آقا از لیگ خودت نباید بگیری ها. از لیگ بیرون. از لیگ بیرون. اوکی میدونم اونو. یه سوال. میتونم یه بازیکنو بدم که کم بشه از قیمت یا نه؟ دیگه این کارا رو اگه هوششو داشته باشی میتونی انجام. یعنی میشه پس بازیکنم کم بشن اوکی. بله میشه. من یه ارفاق میکنم بهت. من نظرم با دیویس و گوندوگان. من دیویس و گوندوگان رو بگیرم کار جمعه، چون ما به کوواچیچ لازم نخواهیم داشت. به گواردیولا ما انقدر نیاز نداریم چون آکانجی و اینا رو داریم. ترکیب آقام واکر که دفاراسته. ما حتی برنارو سیلوا هم داریم واسه سی ام. ایزی میتونیم بازی بدیم. ببین اینجا که کویراک دبروینه هستش. دفاع وسط داریم، آکانجی داریم، آکه داریم، ولی مثلا گواردیولا و کوواچیچ رو میتونیم بدیم بره. برو تو پوزیشن گلکیپر بزن. ایجشو من چیکار دارم؟ گلکیپر ادرسون که خوبه. حاجی دیگه اینا کجا بدن؟ آها دفاع وسطشون بده. من میگم فندایکو بگیریم بیاریم. خود فندایکو بگه 73 میلیون میخواد، 85 میلیون بهش بده بیاد. تو رو قرآن خفشو بیشترم. دوکورو میگه بده. آقا من دوکورو نمیخوام بدم. حاجی 95 میلیون بده دهن این کلوپو ببند. به قرآن قبول نکنی دیگه میگم تو سرتا. عشق منی 4 ساله باید ببندم خوبه؟ دوز آقا اینا چرا اینجوری ان؟ میگه 2 ساله ببند. نریا 200 میلیون هم خوب حل. ببین الان این آکانجیو دومشو میگیری، به جای آکه میاری بیرون، این آکه رو دومشو میگیری پرتش میکنی تو باقالیا. فنداک میاد تو درگیر. اول از همه دفاع چپمون خیلی واجبه که بگیریم، چون بازم میگم برنارو سیلوا هم حتی سی ام میتونم بازی بدم. بریم که واسه مذاکره با آقای گوندوغان. 48 میلیون حاجی. اوکی 13 میلیون 600 میدیم. دیویس رو میگیریم، گواردیولا میدیم بره. ولی خب ما چون چونه زن هستیم میکنیمش 12 میلیون. بابا 1600 هم تخفیف رو گرفتیم. حاجی تیم خوبیه به نظرم ها. دف چپ و راستمون فقط بده. یا کانسلو اوورالش چنده؟ 86 این خوبه. 3 سال و 11 ام. نمیدونم چی میگی ولی آقا یه لحظه دو نخور، یه لحظه اجازه بده. من 4 ساله میخوام ببندم. آقا هر ذری میزنه فقط قبول کن برو قرآن بیاد. آقا ول کن دیگه، 1 میلیون دارم بهت میدم، برو گم شو دیگه. از همین اول کار من میدونستم تو ذاتت خرابه. چی شدین اومد یا نیومد بالاخره؟ گفتم نیومد.
اوکی، این از آلفونسو دیویس. آقا دفاع چپمون که اوکی شد، بریم با دیویس مذاکره کنیم. اینجا هم خدا رو شکر دیگه کارمون اوکیه، اکسپت، 5 ساله میخواد. آلفونسو دیویس رو گرفتیم. آلبرتو ناپولی چطوره؟ من به نظرم که اصلا نیازی نداریم به سی ام وقتی برناردو سیلوا رو داریم. کوواچیچ بهتره دیگه، کوواچیچ 82 بود درسته؟ سری چک بکن سری. آره کوواچیچ 82، این ریتینگش 84. میدفیلدر کوواچیچ اینجا آفر 25 میلیون میده تا 38 میلیون میتونیم بریم سابمیت آفر. تمام قبول کرد، اوکی اکسپت داداش، هر چی بگی اکسپته. 3 ساله اوکی اکسپته. ویج هم میدیم 100,000 تا اوکیه. ثانی مونس 1 میلیون داداش بهت میدم، چکو می نویسم 1 میلیون فقط بیا داداش. 84,000 تا حقوق خودته، 100,000 تا دارم بهت میدم، ساینی بونس هم 1 میلیون دارم بهت میدم، بعد به من میگی توهینه. بیا برو گم شو بابا، با همون کوواچیچ قهرمان میشم. یه آلفونسو دیویس رو بگیریم حاجی. این علی زلزله الان سری پیام، وای 90 میلیون 70 میلیون بهش بده فقط بگو بیا. ول کن آقا، علی زلزله اون وسطا تایم منو گرفت، 10 ثانیه هم اضافه. اکسپت کن، فقط اکسپت کنیم بیا تو تیم. اکسپت تمام، دیگه نمیتونی بخری چیزی، هر چی وسطش بودی کنسل. آقا شاهدی دا اگه داری میخره، حتی اگه وسط مذاکره هم بودی باید اند کنی اونو، نمیتونی بخریش. آقا اوکی دیگه، الان بگو کدوم ها رو خریدی. کدوم ها رو داداش؟ 50 میلیون من. مگه نمیگی بازیکن دادم، نمیدونم فلان دادم؟ آره حتما تو هیچ بازیکنی نگرفتی. خب داداش کلن. یه بازیکن دادم، یه بازیکن گرفتم. بابا این همه بازیکن چرت و پرتا رو میدادی میرفت. خب همین، شاید باورت نشه من کوواچیچ رو می‌خواستم بدم لوئیس آلبرتو رو بگیرم، همه چی اوکی شده بود، آخرا 30 ثانیه فرصت داشت 10 دقیقه تموم میشه، گفتم اوکی دیگه گرفتیمش. گفت من 84,000 تا میخوام، من 100,000 تا بهش آفر دادم، ساینین بونس هم 1 میلیون دلار بهش دادم. 10 دقیقه اونو گرفت، نه قبول نکرد. من نمیدونم چه جوری قبول نکرد، وقتی که 16,000 تا بیشتر از حقوقش دادم 1 میلیون هم ساینین بونس دادم بازم قبول نکرد. خب الان فقط همون یه دونه کیو گرفتی بالاخره؟ من نفهمیدم. آلفونسو دیویس. اوه خدا شکر راجی، 323 میلیون واسمون. اگه 5 میلیون دیگه خرج می‌کردم خیلی زا بد میشد، 500 میلیون هم تموم میشد. فندایکو گرفتم بغل روبن دیا، دیویزو گرفتم دفاع چپ. فندایکو بفروش، فندایکو تو بفروش، از لیورپول میری بازیکن میگیری. خودش داده وسط گفتش از لیگ جزیره نمیتونی بگیری، یا رفته فندایک گرفته. خب 150 میلیون بره. خب دیویز اوکی، چند میلیون خریده بودی؟ دیویز اوکی دی اون زیاد یادم نیست. دیویزو گرفتم، بهتره یادم. کانسلو هم که بارسلونا بود، کانسلو هم گرفتم. امباپ هم گرفت. ببینم اولین چیکار میکنی تو آرسناله با کیه؟ ببین چیکار فیناله. آرسنال فیناله. اوه یه دونه سوپر کاپ داریم. آرسنال 5-4 باختم. خاکتون سرتون کنم. 3-1 بردم سوپر کاپو. بدون بیچاره یکیش باختم. تو رو قربان نباز اینا، بریم جلو. چه وضعشه؟ خب مثلا اینکه ما داریم خوب پیش بینیم، خدا رو شکر. بابا تیم من در دیوار، بالاخره تیم من در دیوار بود. ولی کلا فعلا اوضاع خوبه. خوبه نه داریم ما مساوی میکنیم، سه تا مساوی گرفتیم الکی. خوبه خوبه، خدا همه رو داری یلکی. بده این آرسنال دهن ما رو سرویس کرد حاجی. من الان یه کار خفنی انجام دادم، بنده حداقل از لیورپول فندایکو کشیدم بیرون، اونم دفاع نداره. اینجا میتونم راحت بدارم. اینجاش نامردی بود، پس 5 امتیاز به نفع من. ولی من توی یو سی ال خیلی وضعیتم خوبه. هی بابا تاتنهام و آرسنال سرویس کردم. بنده رسیدم یک جامی. چرا هالند یکی از اوورالش اومد پایین؟ هالند و دی بروینه و رود اینا چرا هیچ گویی نمیخورن بس تو تیم؟ من 6 تا بازیمو بردم. من تو گروه اول شدم دیگه، یه دونه باخت داشتم یه دونه مساوی، 4 تا برد. من همه رو بردم. خب اینجا امتیاز برای من شد. چه امتیاز واسه من شد؟ آخر فصل بعد بریم امتیاز رو بشماریم. بی جدول من ببینم چیکار کردیم اینجا. من نهم جدولم. ببین من واقعا نمیدونم چرا من دوم جدولم و 10 امتیاز با آرسنال فاصله دارم که اول خاک تو اون سرمون کنم. من 19 امتیاز فاصله دارم با منچستر یونایتد. اف ای کامپ کامیونیتی شیلد این رو گرفتی؟ قهرمان شدی؟ نه دیگه، با آرسنال باختم. خب من 3 هیچ بردم اینجا تا اینجا. خب خدای شد. سوپر کاپ چی؟ با سویا مساوی کردیم، پنالتی کشی 10-9 بردم. 10-9 من 3-1 بردم. خب وضعیت فعلا خوبه واسم. بریم تا آخر فصل ببینیم که چه جوری میشه. کلنده آقا من ترکیب عوض نکنم؟ خیلی اوضاع ترکیب میتونی آقا میتونی عوض کنی، بهت ارفاق میکنم این کارو میتونی انجام. ترکیب مورد علاقه 4-2-2
ترکیب ما والا من هر تغییری توش ایجاد بکنم همشون میگن علی احتمال داره از کلن حذفت بکنم به عنوان سرمربی؟ نه وضعیت اوکیه. ای بابا من فکر میکردم حذفی تا اینجای کار. خب بریم آخر فصل؟ بریم کلندر. اوکی آقا ترکیب رو عوض کردیم بعد دارم جواب بگیرم. یا خود خودو عجب تغییری دادم. واه نتیجه ها رو ببین بعد از تغییر ترکیب. یا خود خودو ای توف دوشت. یعنی چی؟ یعنی خوب داری نتیجه میگیری؟ عالی دارم نتیجه میگیرم بعد از نیم فصل. اوکی کاپ قهرمان شدم. میبریم. یه دونه کاپ دیگه بریم. یه دونه دیگه. وای تو رو قرآن ما رو نندازه بیرون بمون سرمربی. وای کلا حاجی کاپا رو دارم پیرو میکنم با بچه ها. حاجی کامبک رو من فکر کنم زدم تو لیگ. یا خود خودو. وای وای خدا شکر. برو جلو همین جوری برین جلو. وای داره از من ناراضی میشه. من نندازه بیرون بابا دارم میبرم. چرا ناراضی میشه من دارم میبرم همه رو انداخت بیرون. برای منم ناراضی داره میشه. چرا بیشوره یارو من دارم همه رو میبرم. فینال چمپیونز لیگ رسیدم. نه بابا منم یه فینال رسیدم. فینال چیه؟ با اینتر من اف ای کاپ رسیدم. خب کار من تموم شد. چیکار کردی؟ او من قرمز وضعیت مربیگری. من هنوز به قرمز نرسیدم. قهرمان شدی تو UCLO؟ بیا حالا به هم دیگه من ببینم تو چیکار کردی. منم میگم به خدا بچه شما دیدید وضعیت منو توی نیم فصل با یه ترکیب درست یه کامبک رویایی زدیم. سوم شدم به فاصله 2 امتیاز. من 19 امتیاز فاصله داشتم با صدر جدول. خب من دوم شدم. اینجا من 1 امتیاز میگیرم. این برم که اف ای کاپ کامیونیتی شیلد و تو گفتی قهرمان نشدی با آرسنال. آره منم اینجا 2 امتیاز میگیرم قهرمان. اینجا میشه 3. اوکی اف ای کاپ چی؟ اف ای کاپ هم من قهرمان شدم. اف ای کاپ هم قهرمان شدی؟ آره شد منم قهرمان شدم. جدی؟ آره اف ای کاپ هم قهرمان شدم. خب پس هر کدوممون 1 امتیاز. تو 1 من 4. کاراباو کاپ چی؟ کاراباو هم قهرمان شدم من. منم قهرمان شدم. خب هر کدوم 1 امتیاز. 5 2. سوپر کاپ هم که جفتمون بردیم. سوپر کاپ هم میشه 6 3. یوری دیگه الم که من فینال رفتم فقط قهرمان نشدم. تو فینال رسیدی یا نه؟ من نه فینال نرسیدم. خب پس اینجا هم 1 امتیاز. 7 3. خب دوستان متوجه شدید که این بازی پیچیده نیست. فول همه چیه؟ آقا خدایی سطح یاله ببینی کامبکی که من زدم خیلی خوب بود. حاجی 19 امتیاز فاصله داشتم با صدر جدول وقتی که چک کردیم. الان 2 امتیاز. اینه به فاصله 2 امتیاز من نایب قرار چیز سوم شد. تازه من سومی شدم که با آرسنال جفتمون 77 امتیازه بودیم با تفاضل گل کمتر سوم شدم. وای یعنی میتونستی دوم بشی حاجی؟ میتونستم دوم بشم اگه 2 تا گل بیشتر میزدم. یعنی 3 تا گل دیگه. خب علی جان شما اینجا بازنده میدون هستی. سی مجازاتی که در نظر داشتی واسه خودت چی بود؟ آخه مجازات هم داره بابا. این تازه همه چیزو وسط ویدیو رو میکنه. یه چیزی بعد به من بدی دیگه. یه گیفت کارت 20 دلاری بین کامنتای این ویدیو به بچه‌ها هدیه بده. من بدم تو بعد بدی اینجا. خب همون دیگه. یعنی میام قرعه کشی کنم من 20 دلاری رو میدم دیگه. کامنت هایی که بگن علی زلزله جذاب بین اونها قرعه کشی میکنیم 20 دلار رو بهشون میدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی علی جان. دمت گرم که در این ویدیو حضور داشتی. قربونه دمت گرم که دعوت کردی و بچه‌ها ممنون که تا اینجا ویدیو دیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. ان شاءالله ویدیوهای خفن‌تر رو معتی تو تابستون قراره که بگیریم و بتره کنیم. بوستر و کلا نچ قرمت داداشان تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. بلند.